سلام، مجدد خدمت دوستان عزیز. بریم سراغ ادامه کارمون. جلسه قبلی ما الگوریتممون رو ران کردیم، ایکس جی بوست استفاده کردیم. بریم سراغ اینکه ببینیم بهتر پارامترش الان چجوری شده. خب xgb.best params، خب این بهتر پارامترهایی که به ما داده این است. خب خیلی عالی، بریم پردیکشنمون رو انجام بدیم. xgb پرد مساوی است با xgb.predict xtest. خب بعد بریم ببینیم که خطاهامون وضعیتش چجوریه. فقط اجازه بدید من اینو کپی کنم از این بالا بیارم که دیگه ننویسم اینو. میام اینجا، فقط هر جا پرد دارم باید بنویسم چی؟ اینو باید بنویسم. خب یه مقایسه بکنیم با قبلیه. این شده 74، 77، 2.5، 2.5 تقریبا یکی، یه ذره این کمتره. 1.60، 1.61. یه مقدار این وضعیتش بهتر شده توی XGBoost. خب بریم سراغ یه الگوریتم دیگه. قرار توی این پروژه بچه کلی الگوریتم هم انجام بدیم. الگوریتمی که توی دورمون هم درس ندادیم. یه الگوریتم دیگه داریم به نام کت بوست. یه تکست اینجا باز کنم. خب اما باید نصبش کنیم، به صورت پیش‌فرض نیستش. کات پوست. خب این نصبشه. میگم فرام کت بوست ایمپورت کن کت بوست رگرسر. خب بعد یه این اینستنس ازش درست میکنم. خب دوباره یه پارامترایی رو درست میکنم، اسمش رو میذارم گیرید. این دفعه یه دونه داره learning rate، این هم داره از این تا این. بعد یه دونه عمق داره 4 6 10. بعد یه دونه داره L2 leaf reg 1 3 5 7 9. خب چون حوصله نوشتنشو ندارم میایم بالا، میایم بالا اینو کلا کپی میکنم. دیگه مریضی و خستگی. خب ای وای بر من سی بی. خب این که باشه، اینش میشه سی بی، پارامش هم میشه گرید. بعد اینش که سر جاش باشه، ایتریشن و اینا باشه، رندوم استیت هم به نظرم همون 42 باشد. آره اوکی. خب حالا میریم سراغ فیت. فیت ایکس ترین وای ترین. دارم اینجوری انجام میدم. خب من فعلا ویدیو رو پاز میکنم تا این تموم بشه. خب دوباره دقیقا مثل همون قبلیه بچه ها.
ببینیم پارامترش چجوریه. خب پارامترش ایناست، بعد دوباره مثل قبلیه پردیکشنش رو انجام بده، بعد ببینیم پارامترش به چه صورت میشه. نمیذارم سی بی سی بی. خب بعد میام پایین، سی بی سی بی سی بی. اوکی خب بریم مقایسه کنیم با ایکس جی بوست. اینجا اینجا نیا کنید بچه ها. خب این مقدار اوضاع بدتر شده به نظرم، این مقدار اوضاع بدتر شد و اینجا ایکس جی بوست روند بهتری داشت. خب بریم سراغ الگوریتم بعدی. من یه تکس بذارم دوباره. الگوریتم بعدی که میخوام استفاده کنیم بهش میگم LGBM. LGBM میخوام از این استفاده کنیم. الگوریتم های مختلف استفاده خواهیم کرد که شما رو آشنا بکنم با الگوریتم های مختلف. میگم from light GBM import بکن LGBM regressor. regressor خب LB سرویس با LGBM regressor یه اینستنس ازش درست میکنم. خب بعد یه فیتش بکنیم. واقعیت من پارامتراشو خیلی چیز نیستم، بذارم اینجا. تا حالا داکیومنتش رو باز نکنم، همینجا نشونمون میده. یه فیت بکنیم پارامتراشو بهمون نشون میده. خب به سلامتی نشون نداد اصلا، یعنی حال نکرد پارامترش اینجا به ما نشون بده. خب بذار من داکیومنتش رو نگاه بکنم بچه ها. خب بریم پارامترش رو درست کنیم. پارامز یه پارامتر داره به نام گاما. با یونیفرم از صرف تا نیم. Learning rate uniform سدهم، نم سدهم، سه صدم، سدهم. دیفالتش هم یه دهم. بچه تمام شبیه همون پارامترهایی که یکی از این الگوریتم قبلش داشت. یادم رفت. ایکس جی بوست. مکس دپت. رندینت. از 2 تا 6. دیفالت 3. بعد انستیمیتورز. این هم با رندینگ 100 تا 150. دیفالت 100 و ساب سامپل. ساب سامپل این هم با یونیفرم 6 تا 14. خب و دوباره چی رو میاریم؟ رندوم رندوم های سرچ سی وی رو میاریم و دوباره طبق معمول هم سر نوشتنش رو ندارم. یا برفض چه زیاده. و ماشالله تمام نمیشه. آه این بر بعد اسکرول کنم. حواسم نبود. خب میام اینجا اسمشو میذارم LB، همین اسمی که اینجا گذاشتم.
اینا میذارم LB پارامز، این همین باشه، همین باشه، همین باشه، همش درسته، به نظرم درسته. یه لحظه من یه ذره فکر کنم، یه چیزی شک کردم. نه اوکی، خب بعد بیم چیکار میکنیم، فیت میکنیم lb dot fit x train y train. فیت که بکنیم به زمان طبیعتا میبره. من دوباره ویدیو رو پاز میکنم تا این کارش تموم شد. فکر کنم تموم شد. بله تموم شد. خیلی هم عالی. lb.best params. خب این بهترین پارامترامونه. مرحله بعدی چیه بچه ها؟ دیگه حفظ شدید دیگه. میریم سراغ پردیکشن. lb پرد مساویس با lb.predict x تست و بریم سراغ خطاهامون، ببینیم وضعیت خطاهامون چجوریه. اینجا من یه لحظه کپی پیست کنم. این هم به نسبت ایکس جی بوست باز اوضاعش خوب نیست، ولی به نسبت این اگه بخوایم بگیم به نسبت این اوضاعش خرابتره. خیلی عالی، خیلی خوب، فکر کنم کافی باشه دیگه. ما الگوریتم مختلفی رو دیدیم تو این پروژه، از LGBM استفاده کردیم، از CatBus استفاده کردیم، از XGBus استفاده کردیم، Random Forest استفاده کردیم و دیدیم که XGBus از همشون بهتر بود، فوق العاده از XGBus. یعنی اگر انشالله عمری باشه یه دوره مجزا برای XGBus خواهم گذاشت، ولی فعلا تو این دوره که تا الان هست و یه به سرانجامی برسونیم، انشالله برای اونم یه دوره جدا خواهم گذاشت چون خیلی مهمه. بریم بیام جلسه بعدی انشالله یه پروژه جدید رو شروع خواهیم کرد. فعلا خدا بسیم.